دوره انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران پس از انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان رژیم قانونی مملکت و پس از تصویب قانون اساسی در بهمن 58 برگزار شد. از شهرهای صاحب نام اون دوره آیت الله خمینی به کاندیدا شدن خودش مخالفت کرد. وی همچنین آیت الله بهشتی رو از این کار منصرف کرد. با مخالفت علنی آیت الله خمینی، مهندس بازرگان نیز کاندیدا نشد. همچنین آیت الله طالقانی از قبول کاندیداتوری خودداری کرد. اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 5 بهمن 1358 در حالی برگزار شد که سفارت آمریکا در اشغال دانشجویان خط امام، رهبر این دانشجویان تندرو سید محمد موسوی خوئینی‌ها، از طرف آیت الله خمینی و با هماهنگی اکبر هاشمی رفسنجانی کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات را ترتیب داده بود تا صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی کند. در مرحله اول 124 نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند. در اینجا بود که موسوی خوئینی‌ها با استناد به اسناد کشف شده از سفارت آمریکا 73 نفر از این تعداد را از دور خارج کرد و بسیاری دیگه نیز به بهونه ارتباط با ساواک کنار گذاشته شدند. به دلیل اینکه آیت الله خمینی در ابتدا نقش نظارتی برای روحانیون در حکومت قائل شده بود و به صراحت گفته بود روحانیون نباید رئیس جمهور شوند، معدود روحانیون کاندیدای ریاست جمهوری نیز از کارزار کنار کشیدند. به طور مثال خلخالی به نفع بنی صدر از کاندیداتوری انصراف داد. نهایتاً وزارت کشور به سرپرستی علی اکبر هاشمی رفسنجانی نام 10 نفر رو برای انتخابات اعلام کرد. بالاصل جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده، دریادار سید احمد مدنی، کاظم سامی، مسعود رجوی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، حسن ابراهیم حبیبی و محمد مکی. جلال الدین فارسی کاندیدای حزب جمهوری اسلامی به خاطر ایرانی الاصل نبودن مجبور به استعفا شد. از طرف دیگه فدائیان اسلام با صدور اعلامیه خشنی خواهان تعیین تکلیف کاندیداهای منحرف شدند. ایشان در این بیانیه خاطر نشان کردند که اگر به موضوع کاندیداهای منحرف ترتیب اثر داده نشه، خودشون به وظیفه خطیرشون عمل خواهند کرد. و البته بر کسی پوشیده نیست وظیفه خطیر فدائیان اسلام در تاریخ معاصر چیزی جز ترور و حذف فیزیکی مخالفانشون نبوده. بدین ترتیب و با استفتاء از آیت الله خمینی در مورد کاندیداهایی که به قانون اساسی رأی منفی دادند و اعلام نظر وی، نام مسعود رجوی از فهرست خارج شد. انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری با پیروزی ابوالحسن بنی صدر به پایان رسید. بنی صدر برای تنفیذ حکم خود به بیمارستان قلب، جایی که آیت الله خمینی در اون بستری بود، رفت و اولین حکم ریاست جمهوری ایران بر روی سربرگ بیمارستان قلب نوشته شد. ریاست جمهوری بنی صدر 16 ماه بیشتر دوام نداشت. وی در این مدت موفق نشد کمیته ها، سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب رو زیر کنترل خودش در بیاره و رفته رفته عرصه رو به روحانیون حاشیه قدرت واگذار کرد. وی با فشار مجلس مجبور به قبول نخست وزیری رجایی شد و با اینکه تنها رئیس جمهوری بود که فرماندهی کل قوا رو در اختیار داشت، روز به روز بیشتر توسط روحانیون قدرت طلبی چون بهشتی و هاشمی به حاشیه رانده شد. شهریور 59 ارتش عراق به ایران حمله کرد. بنی صدر که بر کابینه رجایی کنترلی نداشت و همچنین به شدت تحت فشار حزب جمهوری اسلامی بود، در آبان 59 با نامه‌ای به آیت الله خمینی بیکفایتی کابینه را دشمنی خطرناکتر از ارتش عراق برای ایران نامید. اختلافات بنی صدر و روحانیون حکومتی وی را به سمت مجاهدین خلق کشوند. آیت الله خمینی هم در تلافی سمت فرماندهی کل قوا را از بنی صدر پس گرفت و نهایتاً مجلس در تیر سال 60 و یک روز پس از تظاهرات بزرگ مجاهدین رأی به عدم کفایت ریاست جمهوری بنی صدر و اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بیش از 16 ماه دوام نیاورد. هیئت 3 نفره متشکل از هاشمی رفسنجانی، بهشتی و رجایی جایگزین بنی صدر شد و خشت اول انتخابات رئیس جمهوری و احترام به آرای مردم با قدرت طلبی اطرافیان آیت الله خمینی و دیگر نیروهای سیاسی کج نهاده شد. از میان کاندیداهای اولین دوره ریاست جمهوری، احمد مدنی نفر دوم انتخابات پس از تهدیدهای دانشجویان پیرو خط امام به افشاگری از ایران رفت و در آمریکا درگذشت. صادق قطب‌زاده به فاصله کوتاهی اعدام شد. کاظم سامی در مطب خودش به قتل رسید، داریوش فروهر قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شد، صادق طباطبایی به آلمان رفت، مسعود رجوی هم پس از آغاز درگیری‌های مسلحانه سازمان مجاهدین با حکومت و همراه ابوالحسن بنی صدر از کشور گریخت. بارزید در برنامه‌های بعدی به بررسی پرونده انتخابات در ایران خواهد پرداخت.